فیلمی که سند رسوایی رها اعتمادی هست. دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم گوگوش که این روزها در حال برگزاری آخرین تور خداحافظی خودش هست، با خداحافظیش از شهرها و کشورهای مختلف دنیا باز هم به طور ناخواسته حرفای جنجالی رو روی صحنه گفت و باز هم همه رو متعجب کرد. چند شب پیش بود که خانم گوگوش در ابوظبی کنسرت خداحافظی خودش رو برگزار کرد که ایرانیان بسیار زیادی از اقصا نقاط مختلف ایران به امارات رفتند برای دیدار گوگوش و خانم گوگوش که از دیدن این جمعیت شگفت زده شد، در نهایت گریه کرد و با توجه به اینکه رها اعتمادی همچنان گوگوش رو در پشت صحنه میپایید، خانم گوگوش در حرکت جنجالی حرف دلش رو به طور غیر مستقیم به همه همزبانان و هموطنانش اعلام کرد و درخواست کمک از همه هموطنانش برای نجات جان و هنرش داد. خانم گوگوش در روی صحنه در حالی که به شدت بغض کرده بود و عشق میریخت اعلام کرد که امشب واقعا شما حال من رو دگرگون کردید. حقیقتی رو باید به شما بگم، به طور ناخواسته دارم از صحنه برای همیشه خداحافظی میکنم و این درد بزرگی برای منه. امشب که شما رو دیدم واقعا احساس کردم که کنار خانواده‌ام هستم، تو کشورم هستم. شما حال منو دگرگون کردید، اشک چشامو درآوردید و امروز واقعا احساس کردم که یه پناه دیگه دارم، یه خانواده جدید دارم. حالم خیلی خوبه کنار شما. الهی که همیشه برام باشید، مچ به روی همتون. تو رو خدا منو تنها نذارید و من نمیخوام از صحنه خداحافظی بکنم و این اجباری برای من شده که باید از صحنه خداحافظی بکنم و رفتن از روی صحنه برای من یعنی مرگ. و اینجا بود که رها اعتمادی با چشقره‌هایی که در کنار صحنه به گوگوش نگاه می کرد به دور از چشم مردم، باز هم با یک نگاه خیلی عصبی به گوگوش اعلام کرد که مراقب حرفات باش و زیاد از حد خودت خارج نشو. متاسفانه خبری که باید اعلام بکنیم این هستش که در نهایت ناباوری بسیاری از شما عزیزان که شاید گهگاهی حرفای ما رو باور نمی کنید، باید اعلام کنیم که به گفته آقای محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش و همچنین گفته های فرزند خانم گوگوش کامبیز قربانی، متاسفانه خانم گوگوش تحت اسارت و تحت کنترل شدید و امنیتی رها اعتمادی قرار گرفته. متاسفانه آقای محمود قربانی خبری رو منتشر کردن که شوک عظیمی به بسیاری از طرفداران خانم گوگوش وارد کرد و همچنین شوک بزرگی برای عاشقان گوگوش است. متاسفانه چند وقت پیش مجری با سابقه و با اخلاق شبکه من و تو خانم تناز خامه به طرز عجیبی از این شبکه ناپدید شد و بعدها اعلام کرد و گفت متاسفانه توسط مدیران این شبکه امنیت جانی ندارم و عکسی از رها اعتمادی رو منتشر کرد و نوشت هر کسی شرف و انسانیت نداره و انسانیت از خیلی از آدم ها بدوره و باید از اونها ترسید و فاصله گرفت. تناز خامه این اولین پیام و آخرین پیامش راجع به رها اعتمادی نبود و رها اعتمادی که مجری و تهیه کننده شبکه من و تو بود، یکی از مسئولان خطرناک این شبکه هم محسوب می شد. او در پشت صحنه سر مجریان خانوم بلاهای زیادی آورده بود و به جز تناز خامه بسیاری از مجریان دیگر از جمله پانتا مدیری هم از جمله مجریان بسیار اخلاق مداری بود که از دست رها اعتمادی و بسیاری از مسئولان این شبکه آسیب‌های روحی و روانی زیادی دیده بود، تا حدی که تناز خامه مدت‌ها خودش رو گم و گور کرد که از دست این جانی و این روانی در امان باشه. او بارها به طور محسوس اعلام کرد و گفت رها اعتمادی یک بیمار روانی است
و من برای نجات جانم از دست او باید فرار بکنم به یکی از روستاهای افغانستان. ترجیح میدم که در یک روستای گم شده و دور افتاده در افغانستان زندگی کنم تا در قلب لندن، چون گرفتاری یک آدم و آدمهای روانی شدم که متاسفانه بسیار خوش ظاهر هستند و در پشت صحنه اصلا نمیشه بهشون گفتش که اونها انسان هستند و وجه انسانی داشتند. در نهایت رها اعتمادی برای بار چندم از جانب چند نفر اعلام شده که او یک بیمار روانی هست و متاسفانه با افرادی که رابطه برقرار میکنه و خودش رو به اونها نزدیک میکنه برای اونها دام پهن کرده و متاسفانه اونها رو تحت کنترل و اسارت خودش در میاره. و آقای محمود قربانی هم اعلام کرد رها اعتمادی بچه باز هستش و پرونده سنگینی در سوئد داره. او توسط پلیس سوئد تحت تعقیب بوده و حتی پرونده قضایی در این کشور به عنوان یک آدم قاچاقچی و بچه باز داره و متاسفانه گوگوش رو تحت اسارت خودش قرار گرفته و از ندا سعیدی به عنوان جاسوس استفاده میکنه که تمام رفت آمدها، حرکات، تماسهای تلفنی و حتی دیدار او با خانوادش رو ندا سعیدی کنترل میکنه و برای رها اعتمادی جاسوسی میکنه و حتی رها اعتمادی ارتباط گوگوش با پسرش مخصوصاً و همچنین نوه پسریش رو به شدت قطع کرده و حتی رفت آمد گوگوش رو با نوش مایا قربانی که یکی از مدل‌های پر افتخار در دنیا هست رو هم محدود کرده. متاسفانه خانم گوگوش بارها و بارها به اجبار رها اعتمادی در مصاحبه‌های اخیرش با هما سرشار و بسیاری از مجریان دیگر در شبکه‌های مختلف اعلام کرده که محمود قربانی بدترین خطای زندگی من بوده و پسرم به شدت اذیتم می‌کنه و در نهایت به اجبار رها اعتمادی خانم گوگوش از خانواده‌اش بد و بیراه گفته. و در نهایت باید بدونید که به مدت 5-6 سال هستش که خانم گوگوش از وقتی که وارد رابطه پنهان و عاشقانه با رها اعتمادی شده، از همون زمان هم تحت اسارت رها اعتمادی قرار گرفته و اسارت او در این روزها به حدی رسیده که رها اعتمادی او رو در پشت صحنه هل داده و ویدیوهایی به طور لو رفته از خانم گوگوش گرفته شده به همراه رها اعتمادی که رها اعتمادی به شدت به خانم گوگوش بی احترامی میکنه، سر او داد میزنه در پشت صحنه ها و حتی جلوتر از او راه میره و اصلا خانم گوگوش رو آدم حساب نمیکنه و فقط روی صحنه و پیش مردم هستش که از گوگوش تعریف و تمجید میکنه و در واقع از اون به عنوان اسطوره و شاه ماهی یاد میکنه، ولی در پشت صحنه که خانم گوگوش با او رابطه زن و شوهری داره و رسما رها اعتمادی حالا به طور قانونی شوهر او شده و این روزها حلقه به دست میندازه، خانم گوگوش بردهی بیش در دست رها اعتمادی نیست که برای نجات جون خودش دیگه نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ اگر که بخواد حرفی بزنه یا حرکتی رو انجام بده، در نهایت به سرنوشت طناز خامه و بسیاری از مجریانی که تحت آزار و شکنجه رها اعتمادی قرار گرفته بودن دوچار میشه و خانم گوگوش که در سن 73 سالگی 74 سالگی هستش، توان جانی و روحی فرار از زندان رها اعتمادی را نداره و در نهایت چون در ابتدا اجازه ورود به پسرش به زندگی شخصش رو نداده، حالا نگرانه که نکنه اگر بخواد به پسرش چیزی بگه، جان پسرش کامبیز هم توسط رها و مافیای رها به خطر بیفته و در نهایت کامبیز هم جان خودش رو از دست بده. و خب الان آقای محمود قربانی، کامبیز قربانی، همه چیز رو میدونن و نگران جان خانم گوگوش هستن، نه نگران ثروت میلیارد دلاری گوگوش که در دست رها اعتمادی هستش و دار و دسته اون و مافیای اون.
دوستان عزیز، این خبر بسیار تلخی از شاه ماهی موسیقی کشورمون هست که در ابوظبی به طور ناخواسته و با زبان خاصه عاشقانه خودش از هموطنان خودش خواست که او رو تنها نذارن و در کنار او باشن و با زبان بی زبانی اعلام کرد که من به شما نیاز دارم و دوست دارم شما رو ببینم و این اجباری هست برای من، خداحافظی از صحنه. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به این روزهای خانم گوگوش و فشارهای روحی و جانی که او داره تحت نظر و اسارت رها اعتمادی، نظراتتون رو بنویسید راجع به این مسئله و لطفاً اگر میخواید از خانم گوگوش حمایت بکنید با کامنت هاتون حمایت بکنید که این پیام به گوش خانم گوگوش هم برسه و دار و دسته رها اعتمادی هم یکم حواسشون رو بیشتر جمع بکنن که گوگوش تنها نیست. دوستان عزیز، لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های نیوز تی وی، حاشیه مدیا و فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانال های ما بشید، دوید لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلی و بعدیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه و نروژ و بلژیک و بسیاری از کشورهای دیگر و شهرهای مختلفشون لطفاً در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان شیر بکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال‌های نیوز تی وی، حاشیه مدیا و فکت نیوز باشید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.